به نام خدا. سلام به همه کی. تو این جلسه میخوایم این انیمیت متن فارسی رو انجام بدیم که حالا برای متون انگلیسی که داره حروف پیوسته هم هستن فرقی نداره، از همین روش میتونید استفاده کنید. پس پیشنهادم اینه که یه چای مشتی برای خودتون بریزید و بیایید این ویدیو آموزشی رو همراه با نوشیدن چایتون تماشا کنید. خب توی جلسه قبلی ما بیس کار رو روی حروف مجزای انگلیسی انجام دادیم. حالا اینجا که حروف به هم چسبیده هستن بیس کار تقریبا همونه، اما یه تفاوتهایی داره و شاید یه مرحله اضافه تر مجبور بشیم انجام بدیم، حالا با توجه به اون کلمه‌ای که داریم انیمیت میکنیم. و اینکه علاوه بر بیس کار اینجا دو نکته هم برای زیبایی انیمیت متون پیوسته بهتون میگم که حالا دونستنش خالی از لطف نیست. خب من متن اصلی رو اینجا بیارمش. خب این متن اصلی و خام من هست. اولین تفاوتی که وجود داره اینه که مثل جلسه قبل دیگه لازم نیست هر حرف ما داخل لایه مجزا باشه، چون حروف ما اینجا به هم دیگه پیوسته هستن و اصلا نمیخواد به شیپ تبدیلش کنی، با همین لایه متن اصلیمون کار رو جلو میبریم. من فقط از همین لایه دوپلیکیت میگیرم که به عنوان مرجع اینجا داشته باشم، متن اصلی من از بین نره و روی همین متن دوپلیکیت گرفته شده الان میام کارم رو انجام میدم. خب مرحله اول مثل همون قبل دیگه، با استروک میاد روی متنتون، با ابزار پن ببخشید میاد روی متنتون با استروک میکشید که حالا اون متنی که میخواید رو کامل پوشش بده این استروکه. من الان فقط میخوام این حرف مو رو بیام اینجا انیمیت کنم، چون اینها به هم دیگه چسبیده هستن. قطر استروک رو هم خیلی زیادش نکنید چون دوچار مشکل میشید. با قطر کم کار کنید، اما خب ظریف کار کنید که کل متنتون رو بتونید بپوشونید. خب بعد از اینکه با استروک متنتون رو پوشش دادید، استایل استروک رو بیاد مشخص کنید. من میذارم روی گرد که ابتدا انتها گرد باشن و میام اسم لایه رو میزنم مت و تریم پس رو بهش اضافه میکنم و حالا میام ظاهر شدنش رو انیمیت میکنم. مثل جلسه قبل، دقیقا مثل همون جلسه قبل داریم کار میکنیم و کیفریم‌هاش رو ایزی ایز. خب میام لایه رو مت میکنم، آلفا مت میکنم داخل این لایه استروکم که ساختم و حالا نقص داره، نقصاشو میام مثل جلسه قبل برطرف میکنم. خب ببینید من الان نقصاشو برطرف کردم. یه چیزی که توی حروف پیوسته ایجاد میشه و باعث میشه اون حرکت اضافه رو گفتم بعد یه مرحله اضافه تر بریم، همین زائده ها هستن. ببینید من تا جایی که میشد با بازی کردن با پس این حرفم رو تشکیلش دادم، ولی یه جاهایی مخصوصا اون جایی که اون حروف من پیچ و تاب میخورن، چه انگلیسی چه فارسی، این مشکل به وجود میاد. ببینید یه زائده همچین شکلی به وجود میاد که حالا من اگه پس رو بخوام ببرم بالا و درستش کنم، اون قسمت بالایی واو میاد ایجاد میشه، مشکل ساز میشه، و اگه بیارمش پایین قسمت پایینی مشکل ساز میشه. یعنی نه راه پس دارید نه راه پیش دارید و با اصلاح پس هم نمیتونید اینها رو درستش کنید و اینا رو باید با یه روش جدا که الان بهتون میگم باید اینها رو اصلاحش کنید. خب قبل از اینکه این به این زائده ها برسید، شما اول انیمیت متنتون رو تموم کنید، یعنی سرعت، تایمینگ و هر چیزی که برای متنتون میخواید ایجاد کنید رو تکمیل کنید و بعد بیاید و این زائده رو حذفش کنید. خب من الان سرعتش رو ببینید، من گفتم دو تا نکته میخوام در مورد قشنگی انیمیت حروف پیوسته بهتون بگم. الان انیمیت من یه حالت یک نواختی توش دیده میشه و این خب جالب نیست، یعنی انیمیتش رو جالب نمیکنه. من میخوام اولا این انیمیت رو یه حس اون کشیده شدن با قلم رو بهش بدم که حالا حالت بهتری پیدا کنه. میام روی همین تریم پسی که اینجا انیمیت کردیم، میام اینجا این روشی که میخوام بگم، کسایی که پلیلیست لوگو انیمیشنمون رو دنبال میکنن بلد هستن، اونجا گفتیمش، ولی خب اینجا دوباره میگمش. اونجایی که این پس شما اون استروکتون حالت سودی داره رو بیاید کیفریم بزنید. ببینید برای چی اینو میگم، شما فکر کنید یک
مثلا یه آب روون هست که وقتی میاد به سمت بالا در حالت طبیعی سرعتش کند میشه، وقتی میاد به سمت پایین اینجا سرعتش زیادتر میشه، درسته؟ و حالا من میخوام این رو ایجادش کنیم، یعنی اون حالت طبیعی متن رو بهش بدیم. فقط کافیه بیاد اونجایی که صعود میکنه رو چیکار کنید؟ کی فریم بزنید. حالت نزولی و سرعت زیاد خودش ایجاد میشه. ببینید مثلا اینجا من میام یک کی فریم میزنم، همینجوری یک کی فریم بزنید. مثلا اینجا که دوباره میاد بالا، دوباره بیاد یک کی فریم بزنید. مرحله بعدی مثلا اینجا است، بیا دوباره کیفهمشو بزنید و دیگه چیز خاصی اینجا وجود نداره. کیفهمشو بیاد چیکار کنید؟ بیاد ایزی ایز کنید. و حالا اونجایی که بالا میره رو شما باید مکس داخلش ایجاد کنید. بیاد این نقطهشو بگید هندلشو یه کمی کما، یعنی زیادم نه، بکشید به سمت اطراف که اینجا یه حالت ایستایی پیدا کنید، یعنی اونجایی که به قله میرسه یه کمی بیسته. خب و توی مرحله بعد باید سرعتش رو یکسان کنی. ببینید اینجا اولین قله منه و اولین دره منه، اینجا خوبه، یعنی فاصلهش خوبه، خیلی هم متن من پیشرفت نکرده. دومیش هم خوبه. سومیش به نظر من باید سرعتش یکمی کمتر بشه، یعنی این کیفریمش رو یکمی دورتر میکنم که حالت بهتر پیدا کنم. میبینید یه حالت کشیدن این واوه مخصوصا تشکیل میشه، چقدر قشنگ تشکیل میشه، میاد یه ایستی میکنه و بعد سرعتش زیاد میشه این بالا. حالا اگه دیدید ایستتون خیلی زیاد هست، بیاد اینجا دابل کلیک کنید، این گزینه رو بزنید که این نقاطتون به هم دیگه بچسبه، یکم بیاش بالاتر، یعنی سرعت اینجا صفر نباشه. حالا شاید هم لازمتون نشود، ولی خب دارم میگم که بحث آموزشیش تکمیل بشه. الان میبینید حالت بهتری پیدا کرد این انیمیت متن من و از اون حالت یک نواختی خارج شد. حالا گفتم اگه دقیق ترش رو بخواید یه پستی داخل پلیلیست لوگو انیمیشن اون هست به نام انیمیت پس‌های پیچیده، اون رو میتونید برید و نگاهش کنید. خب این از این. من الان سرعت و تایمینگ و انیمیت این دوتا حرفم تکمیل شد. الان میخوام برم برای حذف اون زائده ای که گفتم. بیاید لایه متتون رو با لایه اصلیتون پریکامپ کنید، کنترل شیفت سی بزنید پریکامپش کنید و اسمش رو هم من میذارم مو. حالا پریکامپش که کردید، بیاید اونجایی که این زائده تشکیل میشه، مثلا اینجا، اوکی، اینجا بیاید ماسکش کنید، اینو یه ماسکی دقیقا بکشید اینجا. ببینید این ریزکاری ها شاید بگید که نباید این ریزکاری ها رو انجام داد و خیلی تو چشم دیده نمیشه، ولی خب بدونید که برای اینکه کارتون حرفه‌ای بشه، اولا باید وقت بذارید روی کارتون و دوم اینکه این رو دقیق انجامش بدید. من حالت مود ماسک رو میذارم روی سابترکت که اون ماسکه از این کامپ اصلیم کم بشه. حالا اینا رو اوایل دوره دوباره من این رو توضیح دادم، اگه چند تا تیکه زائد داشتید دوباره ماسک کنید و حالت ماسک رو بذارید روی سابترکت. حالا من اینجا یه دونه داشتم، یه دونه ماسک رو انجام دادم. خب روی ماسک پس کی فریم بدید و بعد بیاید جلوتر، اینجا باید فریم به فریم کار کنید. یعنی اینجا که تشکیل میشه، خب من باید ماسکم از بین بره، به خاطر همین اینجا مثلا میام یک کیفریم دیگه میزنم. توی فریم بعدی میام چیکار میکنم؟ این ماسکم رو اولا جمعش میکنم که اون پشتش پیدا بشه. توی فریم بعدی میام این ماسک رو کلن میگیرم، کنترل تی میزنم، با کلیدهای اروکی میکشمش کنار، دیگه اصلا لازمش ندارم. میبینید پس اول ماسک تشکیل میشه، رفته رفته از بین میره و بعد میره به سمت کنار که دیگه هیچ کاری ما باهاش نده. الان میبینید اون زائده درست شد، بازم هنوز ببینید این ماسکش رو من درست انجام ندادم، یک کمی باید ببنش بالاتر این زائده دیده شد. و این کیفریم رو هم کنترل سی میکنم روی تمام چیزایی که داشتم، کنترل سی کنترل وی، اوکیه.
الان میبینید که اون مشکلم به خوبی برطرف شد. خب این از حرف اولم، بریم سراغ حرف بعدی. دوباره من از این متن اصلیم میام یه کنترل دی میگم، یه نکته دیگه میخوام توی متن بعدی بهتون بگم. حالا دیگه همه رو من انیمیتش نمی کنم، چون دیگه حالا وقت شما هم گرفته میشه، و دوباره میام همون مراحل رو تکرار میکنم، سرعت ویدیو رو تون میکنم. این پس رو به لایه میدم، ظاهر شدنش رو انیمیت میکنم و لایه اصلیم رو آلفا میکنم داخل این لایه متی که ساختیم، و حالا نواقصش رو برطرف میکنم. ببینید مثلا اینجا که تشکیل میشه، این دندونه که تشکیل میشه، من نمیخوام این زائده این کناریش باشه، اینو میکشید این ور که اون فعلا تشکیل نشه و توی لایه بعدی تشکیل بشه. دوباره اینجا هم همین شکله، مثلا اینو بکشید این و یا اینو بکشید این و درست میشه. اینا رو باید با صبر و حوصله درستش کنید. میگم که اگه بخواید کار حرفه‌ای داشته باشید و توی کارتون تداوم داشته باشید و پیشرفت داشته باشید، باید حوصله داشته باشید و این کارها رو انجام بدید، وگرنه محکومید به شکست. به نظر من بعد از چند سال یا چند ماه هضم میشید و دنیای موشن گرافیک منتظر شما نمیمونه که بخواد کار حرفه‌ایتون رو حالا انجام ندید و بخواد سرسری یه انیمیتی رو انجام بدید. خب ببینید، من با درست کردن پس دیگه به اون مشکل اون واوه نخوردم. گفتم بیشتر اون مشکل برای اون جایی پیش میاد که اون حروف ما پیچ و تاب میخورن توی هم دیگه، و اون به اون مشکله ما خدا رو شکر نخوردیم. الان دوباره من چون متن تشکیل شدن اینم یک نواخته است، دوباره میام اون حالت صعود رو برای ترین پسش به کار میبرم. یعنی دقیقا همونه، مثلا اینجایی که میره بالا کیفریم میزنم، دوباره بعدیش هم کیفریم میزنم، همه رو ایزی ایز میکنم دوباره و میرم داخل گراف ادیتورش و اینا رو هندلاش رو جا به جا میکنم. خب اینم از این. الان میخوام یه نکته دیگه بگم که برای حالا حروف آخری که کشیده هستند خیلی کار رو زیباتر میکنه. میخوام از افکت بند ایت استفاده کنم. من تا قبلش میام این مت و لایه اصلیش رو پیکامپ میکنم، کنترل شیفت سی میزنم و پیکامپشون میکنم، و حالا که پیکامپ شد دیگه اون مشکل هم نداره که ما بخوایم ماسکش کنیم. اگه مشکل داشتید که اون زائده رو ماسکش کنید اول و بعد بیاد افکت بند ایت رو بندازید روی کامپتون. ببینید افکت بند ایت قابل حذف شدن نیست از موشن گرافیک، و شما باید اینو مشکلاتش رو بدونید، و وقتی مشکلاتش رو بدونید راحت میتونید باهاش کار کنید. من چون که داخل کانال به وفور چند تا ویدیو دارم در مورد بند ایت، اونا رو معرفی میکنم که بهت ببینید که دیگه اینجا نخواد دیگه وقت برای اونا صرف بشه. ببینید برای اینکه افکت بند ایت رو بهتر بشناسید همراه با چند افکت دیگه که شبیه بند ایت عمل میکنن، توصیه میکنم که این پست رو بهت ببینید اول. در مرحله دوم اگه میخواید که با مشکلات بند ایت آشنا بشید و راه حل داشته باشید براش، دعوت میکنم که این پست رو برید ببینید. و در مرحله سوم که اینجا به دردمون میخوره و الان باهاش روبرو نیستیم، ولی مطمئنم که بعدا باهاش روبرو میشید. ببینید افکت بند ایت رو که بندازید، اگه کلمتو خیلی طولانی باشه، مثلا اگه یه حرف دیگه هم اینجا من داشتم، وقتی بند ایت رو میندازید نصفه میشه حرفتون.
خب و این مشکل ساز میشه. دعوت میکنم که برین این لوگو موشن رو به صورت کامل، نه چون تایمش زیاده، تایم 1 ساعت و 2 دقیقه به بعد من در مورد این موضوع صحبت کردم، اونجا یه ترفندی استفاده میشه که اون این مشکل رو هم میتونه حل کنه. الان من با اون مشکل روبرو نیستم. چرا؟ چون که این کلمه من کوچیکه، یعنی من اینجا بذارمش این سه منم دیده میشه. ولی خب شما اگه کلمتون گنده باشه، بزرگ باشه، مطمئنا وقتی بند ایت رو استفاده کنید این شکلی میشه. به اون پست رو نگاه کنید، داخل توضیحاتم لینکش رو میذارم و اونجا قشنگ از تایم 1 ساعت و 2 دقیقه به بعد یه ترفندی که استفاده شده که این مشکل رو هم شما میتونید برطرفش کنید. پس حتما اینا رو ببینید که دیگه اوکی بشه دیگه، یعنی کار با بند ایت دیگه براتون مشکل ساز نباشه. خب ببینید من اینجا بند ایت رو که حرکت میدم، دو طرف این حرف من داره حرکت میکنه. برای اینکه یه طرفش حرکت کنه باید این مودش رو بذارید روی استاتیک که فقط طرف اندش بیاد حرکت کنه. خب من میام اینجا یه کی فریم میزنم برای بند و اول میخوام که خم باشه و حالا کجا خم باشه؟ اینجا خم باشه. اینجا که تشکیل میشه بیاد صفر بشه. اوکی. حالا ببینید چه شکلی شد. ببینید همچین شکلی، یعنی اون حالت کشیدگی قلم الان به خوبی داخلش دیده میشه. من این کیفرمش رو ایزی ایز میکنم و میام اینجا الاستیک رو به این میدم از موشن تولز پرو. این رو هم اگه بلد نیستید ویدیوهاش رو داخل کانال میتونید پیدا کنید. ببینید چه حالت خوبی پیدا میکنه. ببخشید من صدام هم گرفته، ولی خب میبینید که انیمیتتون یعنی چند درجه بهتر میشه. خب من این دیکیش رو میکنم 50 که یکمی بیشتر این انیمیت شما ببینیم. اوکیه. وقتی که این شکلی شد دیگه حالا حروفتون رو پشت سر هم بچینید دیگه. این مثلا موه تشکیل شده، حالا این شکلی بیاد بهتره و فعلا همین دیگه. من همه رو دیگه انیمیت نمی کنم. تمام نکاتی که باید گفته می شد رو داخل همین چند تا حرف که انیمیت کردیم من گفتم بهتون دیگه. خب بعد اینکه انیمیت تمام حروفتون تموم شد، نوبت رنگ دادن بهشون است. اون نقطه ها رو هم شما کاری ندارید، یعنی با پن میتونید چیکار کنید، بیاید اون نقطه ها رو داخل لایه جدا بکشید و با اوپاسیتی اونا رو ظاهر کنه. این دیگه کار خاصی نداره. خب تمام حروفتون که انیمیت کردید برای رنگ دادنش میاد تمام پریکامپ هایی که ایجاد کردید رو دوباره پریکامپ میکنید، یعنی یه کامپ اصلی میشه اینجا دیگه. بعد که پریکامپش کردید درست مثل جلسه قبل افکت فیل رو میندازید روش، رنگش رو تغییر میدید و آفست ایجاد میکنید. حالا مثلا من رنگ اولم میخوام که نارنجی باشه، بعد دوباره از این دوپلیکیت میگم، چند فریم آفست میدم رنگشو، مثلا رنگ زرد میکنم، دوباره آفست میدم، یعنی دوپلیکیت میگم آفست میدم، رنگ اصلیمو که اینجا سفید هست بهش میدم و اینم شد از انیمیت کامل متون فارسی یا متونی که حروفش به هم دیگه پیوسته هستن. امیدوارم که این جلسه براتون مفید باشه. حتما جلسه قبلی رو به یاد داشته باشه، این جلسه هم نکاتش رو یادداشت کنید. جلسه بعدی هم دوباره در مورد همین تریم پس و انیمیت متون دستی هست که اونجا هم یه نکاتی گفته میشه که به نظرم این سه تا پست یه راهنمای جامعی براتون میشه و یک سازماندهی ذهنی براتون ایجاد میکنه که بتونید از این به بعد با خیال راحت برای ظاهر شدن متونتون از تریم پس استفاده کنید. خب دیگه سرتون رو درد نیارم، چایتونم که زدید و اوکی شدید یه لایک و کامنت هم برای ما بذارید. تا جلسه آینده، یا علی و خدا نگهدار.